سلام و وقت شما بخیر. به بسته خبری ساعت 7 از کابل نیوز خوش آمدید. من نور عرفان هستم. سازمان ملل متحد میگوید که بدون تعامل با مقام های حکومت کنونی افغانستان با افغانان کمک کردن نمیتواند. نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان در گزارش خود که به این سازمان ارائه کرد گفت بدون تعامل با مسئولان حکومت فعلی در افغانستان کمک به افغانان امکان پذیر نیست. نمایندگان دائمی روسیه، چین، ایران و پاکستان در سازمان ملل در نشست شورای این سازمان در مورد افغانستان پیرامون ذخایر غصب شده افغانستان از سوی آمریکا واکنش تند نشان دادند که حتی سبب برخورد لفظی میان نمایندگان چین و ایالات متحده نیز شد. از سوی دیگر نماینده دائمی روسیه گفت که با حضور آمریکا در افغانستان این کشور به مرکز توریسم مبدل شد و در نتیجه جنگ 20 ساله این کشور هزاران افغان کشته شدند. و گفته وی روسیه جنگجویان ولایت پنجشیر را از نزدیک نظارت میکند و جنگ داخلی را به ضرر افغانستان و منطقه میداند. در نشست شورای امنیت سازمان ملل که در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شده بود، بر وضعیت جاری کشور در آن صحبت شد و نمایندگان کشورها دیدگاه‌های خود را بیان کردند. دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان گزارش خود را به این نشست ارائه کرد و از جامعه جهانی خواست که برای کمک‌های بشردوستانه به افغانان با طالبان کار مشترک کنند. دبرا لاینز با اشاره به وضع تحریم ها بر حکومت طالبان گفت اکنون باید به وضعیت اقتصادی افغانستان توجه شود و افزود بدون کار مشترک با طالبان کمک کردن با افغانان کار ناممکن است. بیایید واضح سازیم. ما باور نداریم که بدون کار با مقام های حاکم به گونه واقعی با افغانان کمک کرده بتوانیم. هرچند برای برخی ها پذیرفتن این کار مشکل خواهد بود، اما این کار لازمی است. دبرا لاینز که قبل از نشست شورای امنیت سازمان ملل با نمایندگان طالبان ملاقات کرده است، میگوید که امارات اسلامی از وی خواسته است که جهان جنگ اقتصادی نااعلام شده را در برابر آنان به پایان برساند. نمایندگان برخی کشورها به شمول چین، روسیه و ایران در این نشست بر تصمیم اخیر جو بایدن در مورد ذخایر پولی افغانستان انتقاد کردند و حتی میان نمایندگان چین و آمریکا در رابطه با این ذخایر برخورد لفظی شد. آمریکا به گونه غیر قانونی و با اقدام غیر انسانی و غیر عادلانه می خواهد ذخایر پولی منجمد شده افغانستان را حیف و میل کند. این ذخایر پولی مردم افغانستان است. آمریکا این ذخایر را باید دوباره و به گونه عاجل به افغانستان بدهند. من می خواهم به یک نکته اشاره کنم که چین می خواهد از موضوع ذخایر پولی منجمد شده افغانستان استفاده سیاسی کند و نظر حسنه طالبان را در مورد خود کسب کند. ذخایر پولی غصب شده افغانستان از مردم این کشور است. رهایی این پول سبب رشد اقتصادی افغانستان و نجات مردم این کشور می شود. باید جنبه سیاسی را به خود نگیرد. بدون کدام شرط آزاد شود. در همین حال نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل هنگام صحبت‌های خود گفت آمریکا نه تنها ذخایر پولی مردم افغانستان را غصب کرده است، در کنار آن هنگام ماموریت 20 ساله این کشور در افغانستان هزاران افغان کشته و گروه‌های تروریستی نیرومند شدند، حتی جنگجویان داعش و اسلحه آنان در هلیکوپترهای ناشناس انتقال شدند. روسیه در رابطه با هلیکوپترهای ناشناس در افغانستان که اسلحه و جنگجویان گروه داعش را در این کشور انتقال می‌دادند، ابراز نگرانی کرده بود. جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان زندگی هزاران افغان را گرفت. کمک‌های جامعه جهانی دوباره به دست مقام‌های فاسد آمریکا افتاده است و در نهایت افغانان به غربت و مرگ گذاشته شدند. افغانان فرزندان خود را می‌فروشند، اما کشورهای غربی به دلایل مختلف ذخایر پولی افغانستان را منجمد کرده است. روسیه جنگجویان ولایت پنجشیر را از نزدیک نظارت می‌کند و جنگ داخلی به ضرر این کشور و منطقه است. وای می‌گوید که وضعیت کنونی در افغانستان به شمول جنبش اسلامی ترکستان و جنبش اسلامی ازبکستان با گروه‌های تروریستی کمک می‌کند تا کشورهای منطقه ناامن شود. مریم ساپه با نمایندگی از زنان افغان در نشست شورای امنیت سازمان ملل صحبت کرد و هنگام سخنرانی خود در رابطه با وضعیت زنان، رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
ملا عبدالغنی برادر میگوید افغانستان امن شده، سرمایه گذاران افغان به عوض کشورهای خارجی باید در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. در داخل کشور زمینه مناسب سرمایه گذاری مساعد است و تاجران افغان باید سرمایه هایشان را از خارج به افغانستان بیاورند. ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرا میگوید که اکنون صلح و ثبات در کشور تامین شده، سر مال و عزت مردم حفظ است، زمینه خوب برای سرمایه گذاری مساعد است و سرمایه گذاران افغان مقیم کشورهای خارج میخواهد تا دوباره به کشور برگردند و سرمایه گذاری نمایند. ملا برادر می افزاید که با تامین امنیت در کشور، مکاتب و پوهنتون ها بر روی دختران و پسران باز شده است و از افغانان که به کشورهای خارج رفتند می خواهد تا به افغانستان برگردند، زیرا عزت آنان در کشورشان بیشتر است. به گفته وی با سعی و تلاش های آنان در وضع تحریم های اقتصادی بر افغانستان کاهش آمده است و از جامعه جهانی میخواهد که در بخش اقتصادی با افغانان کمک کند و تحریم های وضع شده را رفع نمایند. اینجا در کنفرانس ملی سکتور خصوصی، نمایندگان این سکتور، سرمایه گذاران و مقام های امارات اسلامی بر راه های حل مشکلات موجود در برابر سکتور خصوصی و ارزیابی فرصت ها بحث و گفتگو کردند. ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزراء هنگام سخنرانی به این کنفرانس گفت با تامین صلح و ثبات در کشور، سر، مال، عزت و آبروی مردم حفظ شده است. در مقایسه به هر وقت دیگر زمینه خوب و سرمایه گذاری مساعد شده و سرمایه گذاران افغان مقیم کشورهای خارجی باید به افغانستان برگردند و در آبادی و رفاه کشور سهم بگیرند. و به هر کمیشت افغان پانگواد تشویکوم او غشتن تلیکوم چې دوی خپل وطن ته راشي او خپلې پانګې د خپل هیواد د آبادۍ او ښېرازۍ لپاره په کار واچي. هر هغه تجار، هر هغه پانګوونکی چې په بل ملک کې پانګونه کړې ده یا هلته خپل تجارت ترسره کوي، موږ د هغو څخه دا غوښتنه کوو چې راشي خپل ملک ته. ستاسو دلته پانګونه انشاءالله او ستاسو دلته تجارت به انشاءالله ستاسو په ګټه او د افغانستان د ملت په ګټه به وي. ملا عبدالغنی برادر میگوید با سعی و تلاش آنان در تحریم های وضع شده بر افغانستان کاهش آمده است و از جامعه جهانی میخواهد که در بخش اقتصادی با افغانستان همکاری کند، تحریم های وضع شده را رفع نماید و با افغانان کمک کند. موش با حت و سر نریوال اقتصادی بندیزونه و رست تربیلی رپکیجی او پا افغانستان که و رست تربیلی در اقتصادی و تجارتی پالیت لپاره شرایط آسانتیجی دارو تکراری خبر از دیت اشاره وکړه چې ورته وی او دی تر بلی یا د یو ری څخه تر بلی پر ان شاء الله مختار یعنی روان دی. با گفته وی اکنون در کشور صلح تامین است، دروازه های تمام پهتون ها و مکاتب برای دختران و پسران باز است و افغانان که به خارج رفتند دوباره به کشور برگردند، زیرا در کشورهای خارجی قدر ندارند و عزت آنان در کشور خودشان است. په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیت تامین، سوله برقراره او د نجونو او هلکانو د امن په فضا کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، نو بیا ولې زموږ افغانان که هغه پانګوال دي که عام خلک په نورو ملکونو کې د فردي په حیث ژوند غوره کوي؟ یعنی په هر ملک کې چې سړی ژوند کوي په بهر ملکونو کې ځان داسې احساسوي چې یعنی زه سرپرست وزارت مالیه در این کنفرانس گفت ایجاد سهولت ها در مالیه دهی، کاهش تعرفه ها و ساده سازی قوانین در اولویت است تا سرمایه گذاران و تاجران با مشکلات مواجه نشوند. در این حال سرپرست وزارت اقتصاد میگوید هیچ گونه کمک را سکتور خصوصی دریغ نخواهد کرد و تاکید میکند که به جدیت باید از صادرات و واردات غیر معیاری جلوگیری شود. مالی وزارت په سکتور خصوصي سکتور سوداګر صنعتګر او کسبګر کارمو او پانګونې سکتور پرمختګونو وړتیاته په نیک نظر ګورم او د خپل ټول ټیم سره تاسو ته د هر راز همکاري او ملاتړ اسانتیاو برابرولو ژمنه کوم. نه تنها در بخش ترانسپورت، در هر بخشی که ما واردات می داشته باشیم، صادرات می داشته باشیم، ما خواهش برادری معمی است که از همه دوستا و برادران که همه کار ما را در افغانستان باید معیاری بکنیم. مسئولان سکتور خصوصی میگویند که امارات اسلامی برای خودکفایی اقتصادی و محو فقر موجود در کشور باید اقدامات جدی کند و صنعت و تولیدات داخلی حمایت نماید. لنه کمرغه زموش صادرات په تیر کال کې 900 میلیونه ډالر و
سږ کال یو میلیارد اشار یو شپږ نیم میلیون ډالر رسیدي چې دا د خدای تعالی پازل دی د افغانانو نه بده ټول نه هیله لري پراس کې د مورات استو میده مشروع نه سره رسای په خپل مټو باندې زور وچو کله ملک چا وبد اولای خو نور د دنیا وبد کړی و د خپل مټو باندې په خپل امکانات الحمدلله افغانستان هر څه لري. در حاشیه کنفرانس سکتور خصوصی یک نمایشگاه تولیدات داخلی نیز برگزار شده بود. در این نمایشگاه صنایع مختلف دستی، مواد خوراکی و غیر خوراکی که سوی آنان تولید شده بود و برخی محصولات دیگر به نمایش گذاشته شده بود. بایدن در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره این کشور در مورد افغانستان صحبت نکرد که این کار وی واکنش‌های زیاد را برانگیخته است. سیاستمداران آمریکایی خاموشی رئیس جمهوری آمریکا را در مورد افغانستان پرسش برانگیز می‌دانند، اما قصر سفید با اشاره به این واکنش‌ها گفته است که بایدن وقت نداشت تا در مورد افغانستان مکث کند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفته است که رئیس جمهور آمریکا در مسائل دیگر به اندازه‌ای مصروف بود که در یک ساعت سخنرانی‌اش نتوانست در مورد وضعیت افغانستان صحبت کند. گفتنی است که بایدن در سخنرانی سالانه‌اش تنها در مورد مسائل داخلی آمریکا و موضوع اوکراین و روسیه سخنرانی کرد. نیروهای امنیتی با ادامه عملیات تصفیه‌ای در کابل از برخی خانه‌ها و سایت زرهی دولتی اسلحه و مهمات را به دست آوردند. مسئولان حوزه هفتم امنیتی میگویند که در جریان عملیات در مربوطات این حوزه از برخی خانه‌ها و سایت‌های زرهی دولتی پول‌های سیاه، سلاح و مهمات به دست نیروهای امنیتی افتاده است و این عملیات تا تصفیه کامل کابل ادامه خواهد داشت. در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزراء میگوید که مردم از این عملیات هیچ گونه ترس نداشته باشند، چون در نتیجه این عملیات مال دفن شده بیت المال، عزت و ناموس مردم حفظ میشود. با ادامه عملیات تصفیه‌ای خانه به خانه در کابل، نیروهای امنیتی روز پنجشنبه نیز در مربوطات حوزه هفتم شهر کابل عملیات کردند که از برخی خانه‌ها وسایل زرهی دولتی، اسلحه و مهمات را کشف و ضبط کردند. این تصاویر نشان می‌دهد که وسایل زرهی، اسلحه و مهمات هنگفتی از برخی خانه ها به دست آمده و از سوی نیروهای امنیتی انتقال می شود. مسئولان زون مرکزی جرایم سنگین وزارت امور داخله می گویند که در جریان عملیات از برخی خانه ها حتی پول سیاه را نیز به دست آوردند. یا لارکشفی عملیات پترست که دو زرهی موتر و دو میل سقیله ساله او سپک او درنده وصله او په زرګونه مرمۍ او چاودیدون کی تو کی دام لاسته راوړل یو کشفی عملیاتو په ترس کې او د پدې تړاو مونږ دوه نفره د دې سلاو او د دې مهماتو په تړاو مونږ دوه نفره هم ونیول. مقام های امنیتی میگویند که در نتیجه عملیات تصفیه‌ای دستاوردهای زیادی دارند و این عملیات تا تصفیه کامل شهر کابل ادامه خواهد یافت. بعضی زیونه تصفیه شوی دی، نو بیا هم هغه زیونه چې لفات دی په هغه کې تصفیه جریان لري لستراوړنی بدریغه دی، تقریبا سلګونه میله ساله سپک او درانه لستراغړي دی. همدغه شان دی دولت اړوند موټران زری موټر ټنګونه چې د اوس د دویمې حوزې په ساحه کې تقریبا په یو کور کې مونږ شپږ دانې ټنګونه کشف کړل او اوس یې ملګري راولي پسې تللي دي هغه راولي. هرچند عملیات اخیر نیروهای امنیتی در کابل با استقبال مردم مواجه شده است، اما یک سلسله نگرانی ها و شکایات نیز در این مورد موجود است. اوس دلته الحمدلله کوم خارجه دښمن نه لرجه دی هغې سره مونږ تاسو مقابله کوو. اوس د زړونو د ګټلو ده، د ولس په زړونو باندې د پټۍ د لګولو ده، اخلاقي د جهاد مرحله رارسېدلې ده. دا تر بل هر چا دغسې ځواکونه ښه ادا کولی شي. مخکې هم تاسو په اول خط کې قرار درلود، اوس هم تاسو په اول خط کې. که چیرته د یوه سرباز، د یوه سرتېری، د یوه پدایي مجاهد ښه اخلاق د یو هیوادوال زړه وګټو، اگر که د موږ مخالف وي، هغه به د ټول نظام د ښکلا سبب ګرځي. خدای نخواسته که چیرته د یو ملګري
او یو غیر مناسب عمل د وجه یو چا زړه درد ورسېدو د ټول نظام بدرنګۍ سو. ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرا میگوید که مردم باید از این عملیات هیچ گونه حراس و تشویش نداشته باشند، زیرا در نتیجه این عملیات عزت، مال و ناموس مردم حفظ شده است. ایا دا و سبب ده دغه چوب بغار دی چې خلک وي، دا سبب د خوشحالی دی، باید خلک په دې باندې شکریه وباسي، په دې باندې باید د افغانستان اسلامي امارت قدر وکړي، باید لا یو شګنه بیان کړي یو ځای ضرورت ته دی څه دی چې یو د لندن یو د پلانکې څه چې چې بد حال دی په کابل کې چې کور په کور تلاشي ده، دا کور په کور تلاشي ستا د عزت ستا د ناموس ستا د صف ستا د مال دپاره ده. هرچند برخی از مقام‌های پیشین و باشندگان کابل با عملیات تصفیوی امارت اسلامی مخالفت نشان می‌دهد، اما بیشتر مردم از این عملیات استقبال نموده و می‌گویند که عملیات تصفیوی در بخش گرفتاری مجرمین و اختطافچیان مثبت واقع شده است. سرپرست وزارت دفاع میگوید که امارت اسلامی به تشکیل اردوی منظم، نیرومند و مجهز متحد است. ملا محمد یعقوب مجاهد که به مناسبت دومین سالروز توافقنامه دوحه در مانور نظامی کماندویان امارت اسلامی در کابل اشتراک کرده بود، گفت که امارت اسلامی به تشکیل یک اردوی نیرومند، منظم و مجهز و بلند بردن ظرفیت آن متحد است. به گفته وی، امارت اسلامی اراده مداخله در کشورهای دیگر را ندارد و بر بنیاد اصول و ارزش‌هایش با کشورهای منطقه و جهان خواهان تعامل حسن است. این تمرینات نظامی نیروهای کماندوی امارت اسلامی در کابل است که به هدف دو ساله شدن پیمان دوحه میان امریکا و طالبان آغاز شده است. ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع هنگام سخنرانی به این تمرینات نظامی گفت که اردوی افغانستان با گذشت هر روز نیرومند می شود و امارت اسلامی به تشکیل اردوی منظم، مجهز و نیرومند و به ارتقای ظرفیت آنان متحد است. وی می گوید که افغانستان اردوی نیرومند داشته باشد، هیچ کس علاقه نشان نمی دهد که بر آن حمله کند. اید افغانستان در اسلامی اردو پتر و شهکار و زوانان فوزی اعداد یو مهم فریضه دارد. کمر او تاسی پیاوری پوزی اعداد ولرو هیچ چوک ببیا پا اصان دیت زده شنکی چیزموش پخاور یرغل بود. سرپرست وزارت دفاع میگوید که امارت اسلامی اراده مداخله در کشور دیگر را ندارد و در چوکات اصول و ارزش‌های خود خواهان تعامل حسنه با کشورهای منطقه و جهان است. اصول هغه تعهدات چې د اسلامي اصول شرعي مصالح او لارښوون په رڼا کې مو ترسره کړي دي، کلک ژمن دي او دا ژمنتیا خپل دیني مکلفیت او عبادت کړو. موږ د هیچا په خاوره کې د مداخلې او تعدا اراده نه لرو او د اسلامي اصولو او شرعي مصالحو او ملي منافعو په چوکات کې لسیمی او ټولې نړۍ سره ښه تعامل غواړو. در همین حال قاری فصیح‌الدین فطرت لوی درستیز وزارت دفاع میگوید که پس از حمله امریکا بر افغانستان هیچ کس تصور نمی‌کرد که کسی بر ضد امریکا مقابله کند، اما بالاخره امریکا در افغانستان شکست خورد. در مرحله ابتدایی که آمریکایی‌ها بر افغانستان حمله کرده بودند، شاید هیچ کسی تصور این را نمی کرد که در برابر امریکایی ها هیچ کسی دیگر بتواند که مقابله بکند. این تمرینات نظامی با مناسبت دو ساله شدن توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان در حال است که قبل از این سرپرست وزارت دفاع گفته بود که آنان کار را بر تشکیل اردوی 100 هزار نفری آغاز کرده است و 80 هزار تن برای جذب در صفوف امارت اسلامی ثبت نام کردند.
نشست با هدف بررسی وضعیت بشری و کمک های بشر دوستانه به افغانستان در قطر برگزار شد. بر بنیاد گزارش ها در این نشست اعضای کمیته بین المللی صلیب سرخ، قطر و جمعیت هلال احمر افغانستان اشتراک کرده بودند. اشتراک کنندگان این نشست به هدف جلوگیری از بحران بشری در افغانستان بر کمک های بشر دوستانه تاکید کرده و افزودند که از این بیشتر مردم جنگدیده افغانستان فشار وارد نشود. در این نشست همچنان بر امنیت سازمان های کمک رسان نیز گفتگو صورت گرفت که از سوی مسئولان افغان در این مورد اطمینان داده شد. گفته می شود که در این نشست هیئت هایی از کشورهای کانادا، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، مالزی، هلند، اسپانیا، سوئیس، بریتانیا و آمریکا نیز حضور داشتند. ده ها تن از بزرگان قوم هزاره در کابل از امارات اسلامی اعلام حمایت کردند. در نشستی که به همین مناسبت برگزار شده بود، عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد گفت که بر ضد امارات اسلامی تبلیغات گسترده شده است و هنوز با استعمار رسانه‌های اصری خارجی مواجه می‌باشد. وی می‌گوید در شرایط فعلی نیاز است که تمام افغانان از امارات اسلامی حمایت کنند و به خارجی‌ها اجازه ندهند تا در امور داخلی افغانستان مداخله نمایند. نمایندگان قوم هزاره از بامیان و ولایت‌های دیگر در کابل تجمع نموده و از امارات اسلامی اعلام حمایت کردند. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد که در این نشست حضور داشت گفت اکنون افغانستان با استعمار تبلیغات رسانه‌های خارجی مواجه است. تبلیغاتی که از سوی استخبارات کشورهای منطقه و جهان رهبری می شود تا با وسیله آن امنیت روانی مردم افغانستان را مغشوش و حکومت جدید را با مشکلات مواجه کند. تلاش های رسانه‌ای که امروزه از بیرون مرزهای افغانستان که عمدتاً با شبکه‌های استخباراتی منطقه و فرامنطقه در ارتباط ارگانیک و دینامیک قرار داره، اینا تلاش میکنه که امنیت روانی مردم افغانستان تحت تاثیر قرار بده و او را به چالش بکشه. تلاش میشه تا وحدت ملی افغانستان آسیب پذیر شود. برخی از بزرگان قوم هزاره که از ولایت بامیان در این نشست اشتراک کردند میگویند برای نگهداری ارزش‌ها، امنیت و آبادی کشور به وحدت مردم نیاز است و می‌افزایند تمام افغانان باید برای آبادی کشور با هم متحد شوند. یکی از فایده‌هایش این است، به عنوان نمونه، یکی از فایده‌های عدالت اجتماعی این است که ترس و هراس و وحشت و نفاق و همه مسائل ضد و زشت بشری که وجود دارد از بین جامعه با برقراری عدالت اجتماعی از میان برداشته می شود. مسئله استعمار رسانه ها در برابر امارت اسلامی در حال مطرح می شود که مقام ها می گویند در این اواخر تبلیغات ضد امارت اسلامی از سوی برخی مقام های پیشین و رسانه های خارجی افزایش یافته است. فروشندگان عسل در ولایت کندهار می گویند برای فروش عسل بازار مناسب ندارند. آنان می گویند که به دلیل وجود مشکلات در بخش تولید این محصول با وضعیت دشوار مواجهند و می افزایند که قبل از روی کار آمدن امارات اسلامی کاروبار عسل در این ولایت خراب شده و بیشتر از 50% زنبور عسل و بکس های آن از بین رفته است. آنان همچنان می گویند که برای فروش این محصول بازار مناسب ندارند و امکانات برای صادرات به خارج نیز در اختیار ندارند. از 15 سال به این سو در ولایت کندهار عسل تولید می شود، اما در چند سال اخیر برای خرید و فروش آن بازار وجود ندارد. تولید کنندگان عسل می گویند کار و بار عسل در کشور خراب شده و امور آنها نیز با مشکلات مواجه است. تولید کنندگان می افزایند که اگر حکومت به فارم های زنبور و تولید عسل توجه نکنند، ممکن کاروبار عسل از بین خواهد رفت. آنان می گوید که به دلیل جنگ های اخیر کارهایشان با رکود مواجه شده است. خوی عسل و بیخی بازار ضعیف ده، لکه مثال پاکستان ده، پاکستان چی سنگ ده عسل نیوی استلی تجاران پسر ولاړ وی علت خرسیجی او دلت از موشی ده بالانو چی مکیت خلق مخبل مکیت گوری که مثال تا څومره ضرورت وي پیسو تا څومره غوي نیمه بای نیم نه خرڅیږي، یعنی بخي مو هغه کاروبار بخي صفر کې روان ده اوس فعلا وخت.
در همین حال برخی فروشندگان عسل از مشکلات موجود در برابر صادرات این محصول شکایت می کنند و می گویند هیچ گونه امکانات برای صادر کردن این محصول وجود ندارد و حکومت نیز تا اکنون از آنان حمایت نکرده است. موم تولیدی، دا اولین تولیدی، دوم تولیدی گرده ده چه اغا دا سوی تغذی انسانانو یا دا کشنیانو یا دا مریضانو دا پار ده چه اغا هیچ کمزوری ده اوغا دا پار بیا دا گرده ده چه دی رجمکی دا گلانو سر اطولی دوم تولیدی دا گرده ده. درهم تولیدی دا حسل دی چه موش شاتی خوروه. درهم زار دی چه اغا دا هاگ مرزی دا پار دا واده لکه سرطان، لکه هیچ مریضی چه پا دنیا که هیلاج نکیش اغا دا شاتو دا مچی زار دی. دا په دغه جنگو کې تقریبا اته جې شپارم موږ د ختم سوي دي د لاس ته دي په دې کې اوس موږ اولس یا شپار سپارمونه پاته دي دا جګړو لکه بل ټول خلک یا بے ځای سوال یا پارمونه بے ځای سوال یا مچمچی مړې سوال نو دا جګړو د عمل سره دغه موږ دونه ځمن سوي اچ پاته دي په وګ کې په 100% کې جېش 100% مچمچی پاته موږ اوس په 100% کې جېش 100% مچمچی په کندهار کې په حاله دي اوس که موږ دولت یا نور مسی هم کاری وکي چې اوس لاس په بسل کې 100% خلک اختای بیا په بسل کې 80% ځوانان په کار اختاسي خلک غریبان د ماښام کوله ډوډۍ لنه لري. این در حال است که بر اساس ارقام در سال 1392 حدود 144,000 کیلوگرم، در سال 1393 49,000 کیلوگرم و در سال 1394 6,600 کیلوگرم عسل به کشور وارد شده است. افغانستان در حال حاضر از ایران، عربستان سعودی، پاکستان و کشورهای اروپایی و حتی از امریکا عسل وارد می کند، اما برای صادرات آن هیچ گونه پلان وجود ندارد. خبرهای خارجی پس از وقفه کوتاه. ادامه خبرها. حملات نیروهای روسیه بر اوکراین افزایش یافته و شهر خرسون را تصرف کردند. بر بنیاد گزارش‌ها حملات هوایی سنگین نیروهای روسی بر خارکوف دومین شهر بزرگ اوکراین ادامه دارد و چندین شهر دیگر این کشور محاصره شده است. این در حالی است که روز گذشته یک هیئت حکومت اوکراین به هدف به توافق برقراری آتش‌بس با هیئت روسیه به شهر بریست بلاروس رفته است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه می‌گوید که در نتیجه درگیری‌ها 498 سرباز کشته شده و 1507 تن دیگر زخمی شدند. بسیار خبری امشب همینجا با پایان میرسد. تا دیدار دیگر، الله حافظ، شب شما خوش.